به نام خدا، با سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی مجموعه فرادرس. با یکی از سری آموزش‌های فرادرس در خدمت شما هستیم. آموزشی در قالب کاربرد اکسل در شهرسازی هستش که می‌خواهیم به مرور به مباحث آموزشی اکسل بپردازیم. من سجاد محمدی فر هستم، مدرس دوره. خب برای شروع آموزش ما میایم از آموزش تب‌های کاربردی اکسل صحبت می‌کنیم. وقتی ما قرار هست در رشته شهرسازی کاری رو انجام بدیم، بهتر هستش که بدونیم از چه تب‌هایی بیشترین استفاده میشه. من اینجا بهتون میگم که تب فرمولا، تب اینسرت، پیج لی اوت و دیتا بیشترین کاربرد رو برای ما دارن و بیشترین ویژگی ها رو ما درون اینها داریم و میتونیم از اونها استفاده کنیم. و جالب این قسمت این هستش که وقتی ما داریم از فرمولا استفاده میکنیم، ویژگی هایی که مرتبط با کار ما هست رو خواهیم گفت. اینسرت به همین صورت، پیج لی اوت به همین صورت و دیتا هم به همین صورت خواهد بود. پس هیچ جای نگرانی نیستش که بدونید تمام اینها تا جایی که مرتبط با کار ما باشه توضیح داده خواهد شد و شما میتونید نهایت استفاده رو ببرید. وارد نرم افزار اکسل میشیم تا اینها رو برای شما توضیح بدیم به صورت موردی و کامل. وارد نرم افزار اکسل میشیم و در اینجا قرار هستش به ترتیب تب‌ها رو بریم جلو. اولین تبی که من دوست دارم به شما معرفی کنم پیج لی اوت هستش. پیج لی اوت یکی از اون قسمت‌های حساسی هستش که شاید برای ما شناخته شده نباشه یا توضیح آنچنانی در رابطه با اون ندونیم و حتی نحوه کار کردن با اکسل رو ما تا حدودی یاد داشته باشیم کامل ندونیم و ندونیم که مثلا کاربردهای اکسل در شهرسازی یا حالا رشته‌های دیگه، معماری، عمران، نقشه برداری و سایر حوزه‌های دیگه چگونه هست. ببینید، در قسمت صفحات گسترده به این صورت هستش که وقتی شما دارید با نرم افزار اکسل کار میکنید، باید یک سری از تنظیمات رو اعمال کنید. اما به لحاظ اینکه این داریم میگیم صفحات گسترده هست و شما دارید سلول ها رو فقط میبینید و عملا وقتی من اینها رو تغییر بدم، مثلا بیام در قسمت اورینتیشن یا مثلا اینجا بگم لندسکیپ باشه، وقتی این کار رو انجام بدم عملا اینجا هیچی برای من نشون داده نمیشه به غیر از یک خطی که برای من یک حریمی رو مشخص میکنه. برای اینکه ما بتونیم با این دستگاه ها کار کنیم، در قسمت پایین دو تا موضوع کلی داریم. خب قسمت اولش که داریم نوشته نورمال. نورمال همین صفحه‌ای هستش که شما دارید به صورت صفحات کلی یا سلول های کلی میبینید. اما برای پیج لی اوت که ما داریم از اون استفاده میکنیم، باید در قسمت خودش یا ویوی خودش قرار بگیریم، یعنی در قسمت پیج لی اوت. حالا در اینجا که میایید نگاه میکنید، میبینید صفحه ما حالت افقی رو به خودش گرفته. اگر قرار باشه پورتریت باشه یا عمودی باشه هم به این صورت قرار خواهد گرفت. حالا میبینیم که تازه داره اون چیزی که ما در اینجا تعیین میکنیم رو برای ما نشون میده. در قسمت اول هم برای ما میاد حاشیه های اون رو در نظر میگیره. در قسمت مارجینز برای ما میاد میگه که خب حالا شما میتونید از این تمپلیت ها استفاده کنید که ما معمولا میگیم این کار رو ما انجام نمیدیم، از تمپلیت ها استفاده نمی کنیم. اگر قرار باشه شما برای سند های طرح های خودتون بیایید از اینجا استفاده بکنید، به عنوان مثال ما یک استانداردی داریم در رشته شهرسازی که برای طرح های خودمون باید بیایم حاشیه ها رو بر اساس یک استانداردی تعریف کنیم، همانند یک کتابی که شما میرید مثلا میخرید و از گوشه هاش برای شما یک حاشیه ای رو در نظر گرفته، شما باید بیاید اینجا این رو تعریف کنید. اینجا شما میتونید بیاید و تنظیمات شخصی خودتون رو اعمال کنید برای حاشیه صفحاتی که دارید. خب کاربرداش رو گفتیم، در سندهای شهری هم این اهمیت داره و شما باید بیایید سمت چپ، راست، بالا و پایین صفحه خودتون رو اندازه‌هاش رو مشخص کنید. به عنوان مثال ما میایم در قسمت بالا میگیم یک باشه، در قسمت سمت چپ میگیم یک باشه، در سمت راست میگیم یک و نیم باشه. تعبیر این که این رو یک و نیم میزنیم برای اون قسمتی هستش که ما میخوایم این سند رو در قالب یک کتاب، در قالب یک پروپوزال کلی که در قالب یک دونه مقاله کلی ارائه میشه ارائه بدیم. حالا این باید تبدیل به یک دفتر سیمی و یا بگیم کتاب، یک کتاب سیمی و یا یک سند حالت بگیم پرس شده باشه. خب پرس های کتاب یادتون هست دیگه، میدونید چطوری چسب میخوره و بعد میاد جلد روی اون قرار میگیره که یک فضایی رو میگیره برای تا شدن جلد که شما بتونید مطالعه کنید جلد
داخلی رو و همینطور بیایید صفحات رو ورق بزنید. برای این هستش که ما نیم رو میگیریم تا اون فضا رو اختصاص بدیم به اون قسمتی که قرار زیر دستگاه بره برای پرس یا بیاد فنری بشه. پس این قسمت نیمش به خاطر این. در قسمت پایین حالا شما اگر بیایید باتم رو در نظر بگیرید، عملا دارید برای فوتر در نظر میگیرید. اگر بیایید تاپ رو در نظر بگیرید، عملا برای هدر در نظر دارید میگیرید. پس اینها رابطه مستقیم دارن، زیاد مهم نیست. اما در اینجا نوشته سنتر آن پیج. اینجا میایم مرکزیت صفحه رو مشخص میکنیم، میگیم خب صفحه‌ای که ما داریم الان، بزنم من، میبینید یک مقداری تغییر کرد. دوباره از قسمت آپشن پنجره رو باز میکنم. تو این قسمت میگه صفحه شما سنتر باشه، مرکزیت باشه، میگیم بله، هوریزنتال باشه. در اینجا هم اگر قرار باشه به صورت، ببینید این یکی به صورت افقی و این به صورت عمودی کار میکنه، اگر قرار باشه مرکزیتش به حالت عمودی هم باشه، ورتیکالی رو خواهیم زد، هوریزنتالی و ورتیکالی. پس اینجا این دوتا هم برای سنتر کردن برگه شما هست. اوکی رو میزنم، میبینید الان اومدش سر جای خودش قرار گرفت. این بیشتر توی پرینت ها تأثیر مثبت داره. به عنوان مثال من اینها رو تعیین نکرد، میام از قسمت فایل، از قسمت پرینت، میخوام این صفحه رو پرینت بگیرم. الان چون چیزی ندارم داخل صفحه، برای من چیزی هم نشون نمیده. من الان اینها رو میام گسترش میدم توی صفحه خودم تا یک موضوعی رو داشته باشیم. این کاری هم که انجام دادیم الان کاری هستش که شما میتونید بیاید فیل خودتون رو یا اتوفیل کنید، فیل های خودتون رو بیاید در سلول های دیگه تکثیر بدید و از اون استفاده کنید با همون خصوصیت. شما میایید در این قسمت الان این کارا رو انجام میدید. برای اینکه دیده بشه من میام در قسمت بوردر های خودم و برای اینها بوردر میذارم و حالا میام اصلا از قسمت پرینت استفاده میکنم برای هوریزنتالی. الان میبینید الان این صفحه شما هست، کلیت کار شما داره دیده میشه درون صفحه. میبینید که الان فکر میکنید اینجا دو هستش، دیگه از اون حالت یک و نیم خارج شد. شما میایید در اینجا اولین کاری که انجام میدید، میایید فیت شیت آن وان پیج رو در نظر میگیرید. وقتی این کار رو انجام میدید، خودش میاد از دو طرف این رو فیت میکنه توی صفحه. این موقعی هستش که شما حالا میخواهید کارهای ویژه‌ای رو انجام بدید. حالا میتونید اینجا بگید نه، اصلا کلا بیاد فقط توی یک جهت مختلف دیگه باشه. حالا ما بیشتر کارمون این هستش. پیج ستاپ رو اگر بزنیم بر اساس اون تنظیماتی که گفتیم هوریزنتالی باید داشته باشه، دوباره این پنجره برای شما باز میشه توی این قسمت و میتونید در اینجا بگید که هوریزنتالی باشه و بیاد اینجا برای ما میکس بشه. ببینید الان اومدش سمت راست قرار گرفت یک مقدار. خب این الان شدشون کاربردی که ما گفتیم. زیاد توضیح ندیم در مورد این، بریم ادامه مطلب. در قسمت پیج لی اوت ما هنوز یک سری از تنظیمات رو داریم. سایز برگه رو داریم که معمولا برای کارهای ما آچار هست، برای نقشه‌های ما آسه هست، که اینها رو باز برای کارهای خودتون میتونید بریک کنید تا ما بین کارهای خودتون آسه رو هم جای بدید. وقتی که این کار رو انجام دادید، ما یک قسمتی داریم به نام پرینت اریا. توی قسمت پرینت اریا اگر شما بیاید اینجا ست پرینت اریا رو بزنید، میاد برای شما یک دسته ای رو مشخص میکنه برای پرینت گرفتن. الان اگر ست رو بزنم، الان میاد در قسمت نیم باکس برای من این رو نشون میده. اگر من از این محدوده خارج بشم، دوباره بخوام ببینم که کدوم محدوده قرار هست برای من پرینت گرفته بشه، اینجا پرینت اریا رو اگر بزنم برای من نمایشش خواهد داد. کاریه که توی شهرسازی زیاد اهمیت داره و شما محدوده ها رو اومدید دسته بندی کردید. مورد بعدی که وجود داره، شما میخواهید همون قسمت پرینت اریا رو پاک کنید. در اینجا میاد کلیر پرینت اریا رو میزنید. وقتی این کار رو انجام میدید، دیگه توی این دسته بندی و اینجا قرار نداره نامش. ولی خب کاربردهای ویژه خودش رو داره که در طول پروژه خواهیم گفت. یه قسمتی رو داریم که از اینجا به بعدش میشه یک مبحث دیگه. خب در ادامه امر قسمت پیج ستاپ ما میخوایم در مورد بریک صحبت کنیم، یعنی برش هایی که ما میتونیم در صفحات داشته باشیم. برای کار کردن با این قسمت یا دیدن محتوایی که داریم انجام میدیم یا موضوعاتی که در این دستبندی انجام خواهد شد، باید در ویوی پیج قرار بگیریم، یعنی پیج بریک پریویو. تو این قسمت که قرار میگیرید، شما فرض کنید که الان این صفحه اول شما هست و شما قصد دارید که در صفحات دیگه خودتون بیایید و موضوعاتی رو ایجاد کنید. مثلا صفحه 2، صفحه 3، صفحه 4.
خب این برش ها رو باید خودتون تنظیم کنید. شاید شما بخواید مثلا از این قسمت بیاد توی صفحه دو قرار بگیرید. پس میایید در اینجا قرار میگیرید و در اینجا بریک رو اینسرت میکنید. اینسرت رو که بزنید خودش اصلا میره یک صفحه جدید برای شما ایجاد میکنه. این مورد اول بود. مورد دومی که وجود داره شما میتونید اینها رو تنظیم کنید. یعنی بگید الان اینها در صفحه سه من قرار بگیره ما بقیش. یا اصلا ما صفحه سه و چهار نداشته باشیم. درسته، فقط صفحه یک و دو داشته باشیم. خب حریم رو مشخص میکنیم و دوباره میایم توی این قسمت اینها رو انتخاب میکنیم در دو تا حالت کلی و در اینجا بریک رو خواهیم زد. وقتی که این کار رو انجام میدیم عملا دیگه داره بریک ما زده میشه. پس میایم این رو میاریم بالا، میگیم صفحه یک و صفحه دو. این چیزی هستش که در اینجا در قسمت تربندی شما هم دیده خواهد شد. نصف در اینجا قرار میگیره و نصف هم در صفحه دو شما، صفحه یک و صفحه دو. خب پس بریک ها به این صورته، یعنی شما میتونید شیت خودتون رو منظم کنید و درون یک قسمت قرار بدید، یا بگید صفحه شما چه محتوایی رو در بر داشته باشه و چه کاری رو میتونید انجام بدید. به عنوان مثال ما در کارهایی که داریم اکثرا در اکسل به این صورته که ما میایم مثلا از این کپی میگیریم، کلیک راست میکنم، من کپی میزنم، شما میتونید کنترل سی بزنید و کنترل وی. این الان اینجا ثبت شد. اینجا شما یک محدوده هایی رو میبینید مشخص شده. میگه این محدوده صفحه یک که شماست، این محدوده صفحه دو شما و اینم محدوده صفحات دیگه شما. الان ما میخوایم بدونیم که این چه صفحه هستش. بزرگ میکنیم میبینیم در محدوده صفحه شش ما قرار گرفته. خب ما نمیخوایم این صفحات رو آنچنان وسیع کنیم. پس این رو میاریم پایین، تیغه جدا کنندش رو، و میایم صفحات رو به اصطلاح خودمون درست میکنیم. حالا شما اینجا یه قابلیت دیگه ای دارید که میتونید موضوعات خودتون رو در شیت ها منظم کنید و قرار بدید. اینطور نیستش که شما دستتون بسته باشه و نتونید این کارا رو انجام بدید. کلا سه تا صفحه داریم دیگه. در اینجا سه تا صفحه ما به وجود اومدش و شما میتونید از اونها استفاده کنید. اینم برای بریک ها بودش که در اینجا استفاده کرد. اما یه قسمتی داریم به نام پرینت تایتلز. توی این قسمت اگر قرار باشه من فقط این قسمت ها رو کپی بگیرم یا پرینت بگیرم، میام در اینجا اینها رو انتخاب میکنم و این پرینت رو خواهم زد. حالا در اینجا میگه شیت شما مثلا این محدوده اریا رو میخواد یا این مساحت رو میخواد کپی بگیره و شما در اینجا پرینت رو خواهید زد. برای شما همون محدوده رو در نظر میگیره و برای شما میزن. حالا شما اگر این قسمت رو بخواید عنوانهاشو موضوعاتش رو یاد بگیرید، در طول پروسه های کاری با شما کار خواهیم کرد تا شما این مباحث رو به صورت کلی یاد بگیرید و فرا خواهید گرفت. مورد بعدی که در قسمت پیج لی اوت برای ما مهم هست این هستش که ما میخوایم بر چه اساس و مبنایی کار کنیم. بعضا ما میایم با زبان انگلیسی کار میکنیم یا استاندارد انگلیسی که از سمت چپ استفاده میکنیم و شروع میکنیم به کار کردن همانند این شیت، ولی بعضا ما میخوایم بر اساس فارسی کار کنیم، یعنی میخوایم فارسی تایپ کنیم، از سمت راست میخوایم شروع کنیم. پس اینجا میاییم در قسمت شیت آپشنز، میاییم بر روی شیت رایت تو لفت کلیک میکنیم، از سمت چپ میاد به سمت راست و بالعکسش هم از همین قسمت انجام میشه که شما به سمت چپ منتقل کنید. معمولا ما از سمت راست استفاده میکنیم در شیت ها که زبان فارسی هستش و میخوایم اونها رو بر اساس استاندارد فارسی کار کنیم. در قسمت بعدی که داریم میخوایم در مورد گرید لاین صحبت کنیم. گرید لاینز همون قسمت هایی هستن که شما دارید میبینید الان. مثلا این سلول یک حریمی رو داره. این خط و این خط میشن گرید هایی که برای سلول ها در نظر گرفته شده. حالا در اینجا میگه میخواید در محیط کاری دیده بشه، که این بعضا برای کارهای ما مفید هستش. بعضا ما نمیخوایم که این موضوعات دیده بشه در کار ما. خب این رو برمیداریم که در ادامه چند تا شیت میاریم که به این صورت هستن، که قابلیت های مهمی هستش برای کارهای شهرسازی. پس این برای محیط کاری هست. در اینجا اگر پرینت رو بزنیم، در پرینت برای ما دیده نخواهد شد اگر تیکش نباشه. تیکش رو میزنم، میگم در موقعی پرینت برای من اینها رو نشون بده. پرینت میزنم، میبینید که اینها برای من نمایش داده خواهند شد در راستای اون ستونی که شما انتخاب کردید یا ستونهایی که انتخاب کرد. توی قسمت بعدی این رو برمیدارم، الان دوباره پرینت رو میزنم، میبینم که نیست.
پس اینها برای پرینت هست. قسمت بعدی که داریم میگه هدینگز. هدینگز این قسمت بالایی هستش که با حروف کپیتال لاتینگ نوشته شده و ما میخواییم از اینها استفاده کنیم برای معرفی یک سطر و ستون. اگر اینها رو لازم داشته باشید چه در حالت سطر و چه در حالت ستون میتونید اینجا پرینت رو بزنید و در پرینت خودتون اونها رو ببینید. به این صورت که اونها نمایش داده خواهند شد. در قسمت بعدی که ما داریم ما میتونیم در محیط کاری خودمون اینها رو ببینیم و حتی نبینیم. به این صورت که معمولا ما میگیم باشه مراحل کاریتون رو طی کنید و در آخر اگر صلاح دیدید اونها رو حذف یا نادید کنید. اینطوری بهتر هستش، ناپدیدشون کنید که در محیط کاریتون نباشه. معمولا ما میگیم در پرینت ها نباشه این هدینگ ها، ولی خب یک جاهایی هم هست که میگیم باید باشه، مخصوصا برای اون جاهایی که ما ردیف رو لازم داریم. و یا میتونیم مثلا ردیف خودمون ایجاد کنیم یا هدینگ ایجاد کنیم که در ادامه توضیح خواهیم داد. سایر موضوعاتی هم که در اینجا وجود داره حالا در پک های آموزشی فرادرس وجود داره، میتونید به اون مراجعه کنید و اونها رو فرا بگیرید. اینها که مرتبط با کار ما زیاد نمیشه، این قسمت هم تا حدودی در خود پروژه ها توضیح دادیم و توضیح خواهیم داد. خب تب بعدی که ما داریم و میخوایم در مورد اون صحبت کنیم دیتا هست. دیتا یکی از اون تب های مهمی هستش که در هنر شهرسازی میتونه شما رو یاری کنه و شما رو میتونه توانمند کنه. اینی که من دارم میگم شهرسازی، نه تنها شهرسازی، معماری، عمران، نقشه برداری، سایر رشته ها میتونن از این استفاده کنن و نهایت بهره رو ببرن. ولی خب الان ما چون میخوایم پروژه های شهری رو بیشتر با هم دیگه کار کنیم، توضیحات ما یا تبصره های ما، مثال های ما بیشتر مال شهرسازی هست. ولی در رشته‌های مختلف دیگه مثل معماری که حالا یک تبصره‌هایی با شهرسازی مشترک دارن، نقشه برداری که مشترک دارن و همینطور عمران، میتونن از این استفاده کنن، یعنی از این پک آموزشی میتونن استفاده کنن برای مقاصد خودشون. پروژه تغییر میکنه ولی عملیات‌ها، ترفندها، ویژگی‌ها یکی هست و شما میتونید استفاده کنید در تمامی پروسه‌های کاری خودتون. در اولین قسمتی که ما داریم وارد کردن فایل ها یا داده های خارجی هستش. پس ما میایم در قسمت Get External Data کلیک میکنیم. اینجا چند تا ویژگی کلی رو به ما میده. اولین موضوعی که برای ما داره فایل های اکسس هست که برای ما وارد محیط کاری میشن یا همون دیتا بانک هایی که برای ما زیاد کاربرد داره. شما اگر از پک آموزشی کاربرد نقشه های اتوکد در GIS استفاده کرده باشید، ما اونجا در مورد دیتابیس صحبت کردیم و یکی از مراحل کاری ما تولید دیتابیس بود. شما اگر قرار باشه که روی اون دیتابیس ها تغییراتی رو اعمال کنید به صورت دستی و سریع و به صورت اتومات، میتونید اون دیتا بانک ها رو وارد این قسمت کنید و از اونها نهایت استفاده رو ببرید. پس میایم در اینجا فرام اکسس رو میزنیم. وقتی که این کار رو میکنیم ما میریم از قسمت پوشه کاری خودمون بر روی دسکتاپ و اون پروژه رو وارد می‌کنیم. پروژه‌ای که در فصل اول داریم و در قسمت دیتابیس GIS هست. این پروژه رو الان اوپن می‌کنم تا بیاد. وقتی میاد در اینجا میگه سلکت تیبل. میگه انتخاب کن تیبلی که می‌خوای واردش کنی. خب ما توی یک سند GIS کلی دیتا بانک و پروژه داشتیم. اینجا ما باید بیایم بر روی پارسل کلیک کنیم به لحاظ اینکه ما پارسل بندی کردیم توی اون نرم افزار و پارسل رو وارد اینجا میکنیم. اوکی؟ شاید بعضی از بچه‌ها برشون سوال باشه که خب این الان مرتبط با کدوم آموزش هست و میخوایم اون رو تهیه کنیم چطوری؟ ببینید درون فرادرس یک آموزشی وجود داره به نام آموزش پروژه محور کاربرد نقشه‌های اتوکد در GIS. شما میتونید اون پک رو تهیه کنید، این دیتابیس درون اون هست. هرچند که این آموزشی که ما الان داریم کار میکنیم یک پوشه‌ای داره به نام اکسل که شما میتونید وارد اون بشید و تمام پروژه هایی که من دارم کار میکنم از 0 تا 100ش رو اونجا قرار دادیم. اینجا پارسل رو وارد میکنیم. اوکی؟ اینجا اولین چیزی که از من میپرسه میگه ایمپورت دیتا. پنجره ایمپورت دیتا است. چیزایی که از من میپرسه میگه به کدوم تاریخ برای شما قرارش بدم. پس اینجا متوجه میشیم داره یک فایل رو وارد میکنه. دیتا هستش، داده هست و داره میگه که میتونید توی تیبل، پایوت و سایر چارت ها و سایر موضوعات دیگه قرارش بدید. ما اینجا با تیبلش کار داریم، در ادامه میایم حالا در مورد موضوعات دیگه صحبت میکنیم.
در قسمت پایین داره رنجش رو به ما میگه. این دلار N، دلار 6 یا 6 داره برای ما این محدوده ای رو مشخص میکنه که الان شما انتخاب کردید و میخواید درون اون قرار بدید. ببینید اگر من بیام الان یک دونه شیت جدید ایجاد کنم و درون اون در این سلول قرار بگیرم و بیام این کار رو انجام بدم، عملا داره میره برای من چی کار میکنه؟ میره همون موضوع رو در اونجا ثبت میکنه. اوکی؟ الان دوباره میاد اینجا میگه دلار A، دلار 1. یعنی اینجا داره آدرس رو به ما میده و میگه میخواید اینجا برای شما قرار بگیره؟ میگیم بله. حالا این کاری که من اومدم این پنجره رو بستم، رفتم یک شیت جدید ایجاد کردم، کار بیهوده ای هست. نباید این کار انجام بشه. در اینجا نوشته New Work Sheet. یعنی میگه در یک شیت جدید ایجاد کن. من اگر اوکی رو بزنم عملا میاد یک شیت جدید برای من ایجاد میکنه. پس این کاری که من اون رو بستم و اومدم دوباره یک شیت ایجاد کردم و همون مراحل رو تکرار کردم، کار بیهوده ای هست. پس این کار رو شما انجام ندید. خب حالا اومدیم اینجا این کار رو انجام دادیم و این رو وارد کردیم، تمام موضوعات اون درون این قسمت قرار گرفت، تمام اطلاعاتی که درون GIS ثبت شده و داده‌های مکانی یک کد یا یک پارسل بوده. یعنی الان یک پارسلی داشتیم که مغازه خالی بوده، یک پارسل داشتیم که قنادی بوده و تمام این پارسل‌ها یک سری از اطلاعات رو داشتن، اهم از اریا، مساحت و طول اونها و سایر موضوعات که حالا در اینجا برای شما خورده. مثلا فساد خورده برای شما، اولدنسش خورده، کوالدیش خورده و سایر موضوعاتی که در اینجا برای شما مشخصاً بارز هست. و در اینجا هم گفته که مثلا لندیوز هستش، لندیوزش چی هست، مثلا مسکونی باشه، تجاری باشه، تمام اینها اینجا بر اساس کد دقیقاً برای شما خورد. حالا این که ما میخواییم با این پروژه چه کار کنیم در ادامه مشخص میشه. فعلا داریم توضیحات رو میدیم که چطوری اینها رو وارد کنیم. در قسمت بعدی که ما داریم موضوع دیگه ای رو میخواییم وارد کنیم برای کار خودمون، اونم این هستش که اطلاعاتی رو بعضا ما داریم که در قالب تکس از اونها خروجی گرفتیم، که مثالش رو میتونیم شیت ها یا تیبل هایی که درون مثلا GIS هست، میخواییم از اونها یک خروجی داشته باشیم تا بتونیم دقیق تر اون داده های آماری رو تجزیه و تحلیل کنیم یا اونها رو اصلاح کنیم. باز دوباره میتونیم از اینجا فرام تکست رو بزنیم، میتونیم بریم به پوشه خودمون و پروژه خودمون رو انتخاب کنیم در فصل اول و در اینجا مثلا برای پاپیولیشن هست، پاپیولیشن رو میاریم اینجا و تکست میزنیم اینجا. میبینید که قابلیت تکست هستش اصلا خودش، اکسپورت آوتپوت تکست، مال پاپ هست، پاپیولیشن جمعیت. حالا اینجا میارید میبینید که با این ویژگی مواجه میشید که یک سری تکست رو دارید که همه اینها در اینجا قرار گرفتن و پشت سر هم هستن، که این قابلیت رو ما نمیپذیریم و در اینجا دیلیمیتد رو میزنیم، یعنی بدون محدودیت، و میریم جلوتر. Next میزنیم، میایم جلوتر، در اینجا میگه delimited یا limiters، delimiters رو میزنیم و اینجا میایم نگاه میکنیم ببینیم که اینجا به ما چه مشخصاتی داده. اینجا گفته table باشه، مشخصش میکنیم. میگه این فضایی که شما الان دارید نامنظم هست، بر اساس کاماهایی که داره بیایم اینها رو جدا کنیم. اگر این رو بزنم میبینید هر کدوم از اینها الان میاد در یک دونه از این سلول ها یا ستون های کاری ما قرار میگیره. اگر این کاما رو بردارم این اتفاق نخواهد افتاد. در قسمت بعدی اسپیس رو داریم، اگر بر اساس اسپیس ها باشن یا فاصله های ما بین اونا باشه اونا رو جدا میکنه و سایر موضوعات دیگه ای که داریم. در قسمت اوردر شما میتونید بیایید یک مشخصه ای رو اینجا بزنید، مثلا ما بین اینها رو نگاه میکنم میگم مثلا شاید اسلش باشه، خب اسلش اگر باشه اینا رو جدا میکنه. اگر ما بین اینها ویلگول باشه، ویلگول بزنم باید اینها رو جدا کنه. انگلیسی کنم. میبینید؟ ویلگول اگر باشه اینها رو جدا میکنه. چیزی که اینجا وجود داره یا کاما باشه جداشون میکنه. حالا این تنظیماتی هستش که در خود ویندوز باید انجام بشه که اینها بر روی کیبورد شما باید اعمال بشه که در طول پروسه‌های کاری خواهیم گفت. خب این کار رو هم انجام دادیم و متوجه شدیم که اینا با کاما جدا خواهند شد. در اینجا فینیش رو میزنیم، خب میپذیریم.
میبینید حالا باز دوباره این پنجره برای شما باز میشه، میگه آدرس خودتون رو مشخص کنید، مشخص میکنیم اگر قرار باشه دوباره توی یک شیت جدید ایجاد بشه نیو ورکشیت رو خواهیم زد. پس این کار هم انجام خواهد شد. الان برای شما این اطلاعات ثبت شد، شما میتونید اینها رو تغییر بدید و دوباره این رو معرفی کنید به GIS خودتون و از اون استفاده کنید. توی GIS میایم یک تغییری روی این میدیم در اکسل. حالا اگر شد ما میایم داخل اکسل یک تغییری رو انجام میدیم روی یکی از این فایل ها و مجددا میبریم توی نرم افزار GIS اگر زمان باقی بود تا شما بتونید این رو درکش کنید. وگرنه اون پک آموزشی رو اگر تهیه بکنید کاملا برای شما باز میشه و نیازی هم نیستش دیگه ما اینجا توضیح بدیم. بهتر استش که به اون پک مراجعه کنید که اینجا ما بتونیم محتوای خودمون رو معرفی کنیم. اینم از این قسمت. پس تا اینجا تونستیم فایل های خودمون رو وارد کنیم. نکته ای هم که وجود داره در رشته شهرسازی دو تا از پرکاربردترین ها در کار ما، یکی اکسس هست و یکی تکست هست. وب به درد ما نمیخوره و به کار ما نمیاد و سایر موضوعات هم به همین صورت. پس این دوتا حالت رو در ذهن خودتون حتما داشته باشید تا در ادامه بیایم در مورد اطلاعات صحبت کنیم. خب در کار ما شهرسازها یک قسمت مهمی وجود داره که ما میتونیم از اون نهایت استفاده رو ببریم در کارهای شهرسازی، اونم به نام نیو کوئری هست. نیو کوئری برای ما میتونه یک فایلی که داخل اون بی نهایت شیت وجود داره رو نمایش بده و به ما این امکان رو بده که از ما بین اون شیت ها یکی رو انتخاب کنیم برای کار خودمون و در کار خودمون استفاده کنیم. در این قسمت فرام فایل رو انتخاب میکنم، فرام ورکبوک رو انتخاب خواهم کرد که فایل های اکسل رو به من بده و در اینجا میام یکی از اون فایل های خودم رو انتخاب میکنم. مثال اطلاعات خانوار، سرشماری نفوس و مسکن 1390 به تفکیک منطقه، ناحیه و محله. من روی این انتخاب میکنم، دوبارم میزنم روش تا باز بشه. قسمتی رو به من میده که من میتونم شیت های خودم رو ببینم و با انتخاب هر کدوم از اونها در این قسمت یک پریویوی از اون رو داشته باشم تا بتونم دقیقتر فایل خودم رو انتخاب و لودش کنم. به عنوان مثال ما تعاریف رو میخوایم بیاریم یا شناسنامه رو بیاریم. هر کدوم از اینا رو که بخوایم میتونیم انتخاب کنیم یا فهرست و لود رو بزنیم. وقتی لود رو میزنید برای شما شروع میکنه در یک سند جدید به اعمال اونها. بعضا میبینید که این اطلاعات به صورت کامل نمیاد. در اینجا یک موضوعی رو داریم به نام رفرش. اگر بزنید اطلاعات برای شما تکمیل میشه. حالا در اینجا برای ما کامل هست. و یک خصوصیتی که اینجا الان داره دیده میشه، این فایلی هستش که فارسی هست، از بیس فارسی استفاده میکنه و باید از سمت راست شروع بشه، یعنی به این صورت. پس ما میایم شیت خودمون رو تعریف میکنیم. در قسمت دیتا شما میتونید کاربردهای دیگه ای رو هم داشته باشید و حتی میتونید این فایل رو حذف کنید. در اینجا کلیک راست کنید، دیلیت رو بزنید، ادیت بزنید که این کارها در قسمت کوئری که در قسمت کوئری تولز در قسمت بالا برای شما یک تب ایجاد میکنه بیایید و این کار رو انجام بدید. ببینید برای اینکه این تب وجود داشته باشه که اکثرا اشکال دارن تو این قسمت، باید حتما روی این قسمت کلیک کنید، قسمتی که کوئری خورده برای شما. اگر روی قسمت‌های خالی یا فضای خالی کلیک بکنید، خب عملا برای شما این تب وجود نداره و شما نمیتونید از اون استفاده کنید. پس اینجا یک کلیک میکنیم، کوئری به وجود میاد. حالا میتونید ادیت بزنید، میتونید پراپدیز بگیرید ازش، میتونید پاکش کنید، میتونید رفرش بزنید، میتونید لود کنید دوباره و سایر موضوعاتی که در اینجا وجود داره، یا میتونید مثلا برای خودتون رفرنس به وجود بیارید از این. سایر موضوعاتی که در اینجا وجود داره رو در ادامه کار توضیح خواهیم داد در پروژه خودمون که شما بتونید از اون استفاده کنید. اگر ادیت رو بزنید یک پنجره جدید باز میشه و شما میتونید ادیت های خودتون رو اعمال کنید. هرچند که در همینجا هم شما میتونید این تغییرات رو اعمال کنید، نیاز نیست حتما به ادیت مراجعه کنید. این هم از این قسمت. در ادامه کوئری در قسمت ترانسفورم میایم در این قسمت روی خود کوئری کلیک میکنیم. پنجره‌ای باز میشه که بعضی از اطلاعات رو درون این قسمت داریم و برای ما اهمیت داره که بتونیم با اینها کار کنیم و در طول پروسه‌های کاری به نحو احسن یا به صورت هدفمند از این قسمت استفاده کنیم در رشته خودمون. قسمت اول که فرام ورکبوک بود، ما اینجا اومدیم در مورد این توضیح دادیم، گفتیم چطوری میتونیم وارد کنیم. تفاوتی که با قسمت گت اکسترنال دیتا داشت این هستش که
ما در این قسمت میتونستیم فایل رو وارد کنیم بدون هیچ آپشنی، ولی در اینجا آپشن هایی رو خواهیم داشت. به عنوان مثال اگر من بخوام فرام تکست رو وارد کنم، در اینجا از من همون پنجره رو میخواد و میگه همون عملیات رو انجام بده، ولی در مرحله بعدی به من یک پنجره دیگه خواهد داد که من میتونم حالا یک سری از ویژگی ها رو روی این اعمال کنم. در قسمت دیلیمیتر ما میتونیم در اینجا بیایم مشخص کنیم که این فاصله یا این فاصله ای که ما بین اینا افتاده و هر کدوم از اینا درون یک ستون قرار گرفتن چطوری باشه، به چه نحوی بیاد این کار رو انجام بده. میاد میگه جدا کردن اینها رو من بر اساس کاما اومدم انجام دادم، ولی شما میتونید حالا بر اساس اسپیس یا فضایی که مثلا ما بین اونها میذارید بیاد و این کار رو انجام بده. خب این ویژگی های خوبی هستش که شما میتونید از اینا استفاده کنید و در نهایت لود رو بزنید. در این قسمت دیتا خب شما یک سری از اطلاعات رو یاد میگیرید، ولی ما بقیش رو میریم مثلا توی پروژه هایی که در حوزه شهری میخوایم کار کنیم، اونجا به صورت دقیق تر با اونا کار میکنیم. اینجا یک توضیح میدیم که شما بتونید چطوری از اینها باید استفاده کنید که اونجا سریعا بریم سر اصل مطلب و پروژه خودمون رو کار کنیم، زیاد وقت رو روی توضیحات و اینها نذاریم. در قسمت بعدی هم شما میتونید فولدر ایجاد کنید یا فولدری رو متصل کنید به کار خودتون که هدفمند باشه. به عنوان مثال در کارهای ما یک قسمتی رو داریم که میخوایم لینک بهش بدیم. وقتی میخوایم لینک بدیم یا آدرس ها رو به دست بیاریم یا بدونیم فرمت های داخل اون پوشه ما چیا هست، به صورت سریع پروژه رو انتخاب کنیم، میایم از این قسمت فولدر استفاده میکنیم. برام فولدر برای ما میگه که بیا در اینجا برای من پس کن. در این قسمت وقتی شما این کار رو میکنید، شما دارید عملا یک پوشه ای رو معرفی میکنید که تمام جزئیاتش درون یک شیت جای میگیره که میاد در اینجا برای شما مشخصش میکنه. در قسمت کانتنت برای شما میاد میگه که خب این موضوعی که شما دارید ظرفیت یا محتواش چی هست. در قسمت نیم نامش رو مشخص میکنه. در قسمت اکستنشن برای شما فرمتش رو مشخص میکنه و در ادامه تاریخهای ویرایش، تاریخهای ایجاد و سایر موضوعات رو مشخص میکنه. و همینطور در قسمت آخر برای شما آدرس اون رو لحاظ خواهد کرد که کاربردهای زیادی داره که الان میخوایم در مورد اون صحبت کنیم. خب ایجاد کردیم، میاریم وارد نرم افزار اکسل میکنیم، پوشه مورد نظر خودمون رو و تمامی فرمت ها و اطلاعاتی که درون اون پوشه وجود داره. کاری که ما میخوایم انجام بدیم یا مهمترین ویژگی که ما داریم در قسمت آخر هست که لوکیشن یا آدرس اون رو برای ما در نظر گرفته. اگر قرار باشه که این آدرس ها متصل بشن به اون کار ما و ما بتونیم از اینها استفاده کنیم در حوزه شهری، باید اینها رو لینک بدیم. خب این کجا کاربرد داره در حوزه شهری؟ ببینید شما هر کاری که انجام میدید باید یک سندیت داشته باشه یا منبع داشته باشه. شما باید منبع اون رو هم متصل کنید به اون. به عنوان مثال الان میگه که خب مثلا فایل بگیم اطلاعات خانوار سرشماری نفوس و مسکن 1390. خب ما میخوایم بدونیم این کجا هستش. پس میایم اینجا آدرسش رو انتخاب میکنیم. دوبار کلیک میکنیم آدرس کپی و دوباره انتخابش خواهیم کرد و کلیک راست میکنیم و لینک رو میزنیم. در قسمت لینک اگر شما در قسمت اگزیستینگ رو بزنید، شما میتونید بیایید و در قسمت آدرس شما میتونید در قسمت آدرس بیایید آدرس فایلتون رو بدید و اوکی رو بزنید. الان این به رنگ آبی در اومد. اگر من روش کلیک کنم پوشه رو برای من باز میکنه و فایل رو من میبینم. اینم از این ترفندی که در کارهای ما زیاد کاربرد داره. بعضا وجود داره که ما میخواییم بیایم و موضوعات کاری خودمون رو متصل کنیم به یکی از این شیت هایی که اینجا وجود داره که لینک رو میزنیم در قسمت پلیس میایم این کار رو انجام میدیم. پلیس این دیس داکیومنت برای ما میتونه موضوع شیت ها رو اینجا قرار بده و مثال من میگم شیت یک رو معرفی کن. وقتی اینجا قرار میگیره من روی این کلیک بکنم میره پوشه رو باز میکنه، روی این کلیک کنم میره شیت رو باز میکنه یا من رو میبره به اون شیتی که دارم. پس این کاربورد ها رو حتما در نظرتون داشته باشید که کاربورد های خوب و جالبی هستش در کارهای ما که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. در قسمت بعدی ما میتونیم همون فایل های دیتابیس خودمون رو بیاریم یا بانک اطلاعاتی خودمون رو که این هم همانند همونها کار خواهد کرد و شما باید فایل رو انتخاب کنید و
مجددا برای شما پنجره ای باز میشه که گفتیم آپشن هاش متفاوته، پارسل رو انتخاب میکنیم، لود میزنیم و برای ما میاره. یک نکته ای که در این قسمت وجود داره این هستش که الان داره خیلی لود میکنه تو این قسمت. برای اینکه بتونیم این اشکال رو از این قسمت رفع کنیم، میایم در قسمت بعدی که داریم، در قسمت کانکشن، میایم بر روی رفرش کلیک میکنیم. ببینید چه اتفاقی میفته، سریعا میاد همه اونها رو لود میکنه و برای ما در اینجا قرار میده. این یک ترفند هستش که شما میتونید این اشکال رو رفع کنید و همینطور میتونید در این قسمت بزنید و دوباره برای شما لود کنه و بیاره. در قسمت بعدی که ما داریم میخوایم در مورد دیتا سورس سیتینگ صحبت کنیم. موقعی هستش که ما میخوایم این فایل خودمون رو رفرنسش رو عوض کنیم، سورسش رو عوض کنیم. میایم اینجا بر روی این گزینه کلیک میکنیم و دیتا سورس سیتینگ رو میزنیم و در اینجا میایم چنج سورس رو خواهیم زد. حالا میگه آدرس خودتون رو دوباره فراخوانی بزنید یا تعیین کنید. وقتی من میام این کار رو انجام میدم بهش یک آدرس میدم و آدرس تغییر میکنه و فایل رو برای من خواهد آورد. حالا به این قسمتش کار نداریم و این رو میبندیم فعلا. در قسمت بعدی که برای ما مهم هستش قسمتی هستش به نام ریسنت سورس. تو این قسمت اگر من این رو بزنم پروژه‌ای که اخیراً باز کردم رو برای من نشون داده و من میتونم از اونها استفاده کنم. در قسمت فرام تیبل همون قسمت ادیت تیبل هستش که در قسمت کوئری وجود داره و ما میتونیم به عنوان یک ادیت از اون استفاده کنیم. اگر این رو بزنم پنجره‌ای باز میشه که من میتونم اینها رو تعویض کنم یا تغییر بدم، که اینها به لحاظ اینکه یک دیتابیس هستش و لازمه کاریش این هستش که در نرم افزار اکسس این کار انجام بشه، ما رو میبره به محیطی که بتونیم این تغییرات رو به صورت منطقی انجام بدیم، وگرنه شما میتونید داخل اکسل هم این کارها رو انجام بدید. در قسمت پروپدیز هم برای شما اطلاعات کلی رو میاره. الان ما فایلی که وارد کردیم در قسمت کوئری یا همون جستجو پارسل بوده. ما میتونیم این پارسل رو نامش رو عوض کنیم و در قسمت پایین هم براش یک دیسکریپشن در نظر بگیریم و از اون به عنوان یک راهنما یا شهر استفاده کنیم. کلیاتی که گفتیم اینها هستش تا اینجا که ما با اونها کار میکنیم. اما قسمت کوئریز، شو کوئریز همین پنجره ای هست که در گوشه میبینید. اگر این رو نداشته باشیم روی این کلیک کنیم برای شما میاره. تمام شیت هایی که شما وارد کردید یا پروژه‌هایی که ایجاد کردید در اینجا قرار داره. روی هر کدومش نگه دارید برای شما یک پریویو نشون میده. شما میتونید اون رو پاک کنید، میتونید ادیت کنید و سایر موضوعات. این هم از این قسمت. چیز زیادی نداره تا این قسمت که از ابزارهای مهم هستش در کار ما که بتونیم ویژگی‌های کاری خودمون رو سورت کنیم. در قسمت سورت ما میتونیم بر اساس ویژگی ها یا خصوصیت هایی که ما لازم داریم بیایم پروژه های خودمون یا ستون های خودمون رو بر اساس ترتیب یا نظمی بیایم قرار بدیم. یعنی بگیم مثلا در قسمت سورت کلیک میکنیم، در این قسمت در قسمت سورت بای میگیم مثلا فیلد پارسل یا حالا کد میگیم کد، مثلا در قسمت سل ولیوز یعنی ارزش سلول، و در اینجا بیاد مثلا بر اساس حروف کوچیک به بزرگ بیاد کار کنه یا بزرگ به کوچیک کار کنه. این سیستمی هستش که در پک آموزشی کاربرد نقشه‌های اتوکد در GIS توضیح داده شده که این همون کار رو انجام میده و شما میتونید اینجا این رو اعمال کنید. با این تفاوت که شما در اینجا میتونید برای هر کدوم از این فیلدهایی که اینجا دارید، یا بگیم برای هر کدوم از این ستونهایی که دارید، بیایید یک دونه لول ایجاد کنید و بیایید برای اون سورت بزنید. مثلا اولی رو گذاشتیم کد، گفتیم از کوچیک به بزرگ. دومی رو میایم میگیم مثلا فلور باشه، طبقات از بزرگ به کوچیک. شما میتونید اینجا اوکی بزنید و این رو بپذیرید. همزمان برای دوتاش این کار انجام خواهد شد. اوکی؟ ببینید کدها از کوچیک به بزرگ، اما طبقات از بزرگ به کوچیک، فلور از بزرگ به کوچیک یا از بیشتر به کمتر خواهد بود. حالا این که میبینید جابجا هست به خاطر اینکه خب همزمان داریم هم کد هم فلور رو کار میکنیم. این همزمانی باعث این میشه که یکم نابرابری یا بی‌نظمی در کار دیده بشه. در قسمت فیلتر هم این قسمت هایی که شما حالا میبینید که حالت فیلتر داره، جستجو داره و این کاربردها رو میتونید از اون استفاده کنید، از بین میبره. اگر رو این بزنم دیگه این قابلیت رو نخواهم داشت.
اینم تا قسمت اول دیتا که برای شما توضیح دادیم. حتی شما در این قسمت میتونید کلیرش کنید، حتی میتونید بیاید ری اپلای کنید و از قسمت ادوانس هم حتی میتونید استفاده کنید، بگید کدوم قسمت ها فیلتر بخوره براش، کدوم قسمت ها نخوره، رنجش رو بهش بدید که اینها رو در طول آموزش برای شما توضیح خواهیم داد. توی قسمت دیتا تولز هم ابزارهایی هستش که به شدت ما با اونها کار میکنیم، ابزارهای مهمی هستن. برای قسمت اول اینها کفایت میکنه، ولی اینها رو در طول پروسه‌های کاری برای شما باز خواهیم کرد. تب بعدی که ما داریم فرمیولا هستش. فرمیولا در قسمت فانکشن لایبرریش بعضی از مسائلی رو داره که برای ما کاربردهای بسزایی رو دارن و در طول پروسه‌های کاری به ما کمک چندانی خواهند کرد. در قسمت اینسرت فانکشن ما میتونیم از این دستور برای پروژه‌های خودمون استفاده کنیم. این پنجره دقیقاً همین لایبرری ها رو برای ما داره، با این تفاوت که اینجا با یک لیست کشویی برای ما تمام اونها رو جای داده و میتونیم از اونها استفاده کنیم. شما میتونید مثال از فانکشن های تکست استفاده کنید و بیاید اینجا این کار رو انجام بدید. این کجا کاربرد داره؟ موقعی که شما در تب های دیگه هستید و اصلا نمیخواید با منوها کار کنید و فقط با محیط گرافیکی میخواید کار کنید، میایید در اینجا اینسرت فانکشن رو انتخاب میکنید. بعد از انتخاب شما این پنجره باز میشه و شما دستور خودتون رو و فانکشن خودتون و توابع اون رو انتخاب میکنید. موضوع بعدی که ما داریم در قسمت فرمیولا اتوسام هست. اتوسام دقیقا همون قسمتی هستش که 5 تا دستور اصلی کاری ما رو مشخص میکنه. اولین سام هستش که جمع رو برای ما میزنه، بعدی اوریج هستش، بعدی تعداد هست، بعدی ماکسیموم هستش و بعدی مینیموم هستش که برای شما در نظر میگیره حداقل، که شما میتونید فانکشن های دیگه ای رو باز دوباره از همین پنجره استفاده کنید و بیارید. پس این فرمول هایی که اینجا وجود دارن و به درد کار ما میخورن بیشتر لایبرری ها هستن و فرمول های اونها. ویژگی که میخوایم در این قسمت صحبت کنیم و در کار شهرسازی بیشتر برای ما اهمیت داره، یکی تکست ها هستن، یعنی بیاین فانکشن تکست رو در نظر بگیریم، دستورات ریاضی یا مس رو در نظر بگیریم، دیت اند تایم رو در نظر بگیریم و لوکاپ ها و همینطور رفرنس ها رو در نظر بگیریم. سایر فانکشن ها هم شاید به درد ما بخورن، ولی تا همین حد بهتون بگم که بیشتر با این دسته‌بندی کار میکنیم تا بتونیم یک فرمول هایی رو ایجاد کنیم که در شهرسازی به ما کمک کنه، بتونیم کاربرد هایی رو ایجاد کنیم که حد اکثر استفاده رو از اونها ببریم. قسمت بعدی که داریم یا تب بعدی که ما داریم میخوایم در مورد اون صحبت کنیم پایوت تیبل هستش که برای ما اهمیت داره در گزارش گیری های شهرسازی که در پروژه های شهری میایم برای این صحبت میکنیم. در قسمت ایلیستریشن شما میتونید بیاید از تصاویر استفاده کنید در شیت های خودتون برای کارهای مختلف. حالا با شیپ ها و اینا زیاد ما کاری نداریم، ولی خب از تصاویر میتونیم استفاده کنیم برای رفرنس یا لوگوهایی که برای اسناد میخوایم. در قسمت چارتس ها ما میتونیم بیایم از چارت های مختلفی استفاده کنیم برای رشته شهرسازی که مورد نیاز ما هست در گزارش گیری، و اکثر تراز های ما از این قسمت خروجی گرفته خواهد شد. و همینطور میتونیم در اینجا بیایم از لینکس استفاده کنیم که یک نمونهش رو قبلا گفتیم. در اینجا میتونیم بیایم از تکست ها استفاده کنیم و در اینجا میتونیم بیایم از سیمبول ها استفاده کنیم یا سیمبل ها. در اینجا پس کارهایی که ما میتونیم در تب اینسرت انجام بدیم در این خصوص هست. حالا آموزش کلیش اینطوری که ما در ادامه در مورد اینا صحبت میکنیم همراه با کاربرد ها و ویژگی ها و هدف هایی که هر کدوم از اینا در رشته ما دارن. اما اگر شما میخواهید فقط برای رشته های مختلف دیگه یاد بگیرید، خب میتونید به پک های آموزشی فرادرس مراجعه کنید و از اونها استفاده کنید تا به صورت کامل یاد بگیرید. اون چیزایی که مرتبط با کار ما فقط آشناتون کردیم توی این قسمت، در ادامه میایم در مورد تک تک اینها صحبت خواهیم کرد.